من به سر چشمه خورشید نه خود بردم را ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر دارم به تمام وطنداران عزیز و خوب ما که امی لحظه بیننده برنامه شام یک هستن. ان شاء الله هر کجایی که هستن جور صحتمند و سر حال و در لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشن. خداوند را شکرگزار هستیم که بار دیگه بر ما فرصت داد تا در یکی از برنامه‌های دیگر برنامه شام یک در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. وطنداران خارج از افغانستان بیننده ما هستن و همچنان سلام خاص و عاشقانه و گرم نثار تمام همکارایی که ما دست به دست میدیم این برنامه را زیباتر بسازیم. سپر جان عزیز ما، شبیر جان، اجمل جان، ماهان صاحب و سجاد عزیز، تمام عزیزایی که ما در این برنامه با هم کار میکنیم. قسمی که شما میدانین طرف راست ما آشپزخانه است که فردوس جان آمادگی برای پختن یک غذا را کرده و قبل از این همه چیز را آماده کرده و آهسته آهسته در جریان پخته کردن غذا است. من نمیفهم غذا چی است. اصلا حتما به طرف فردوس میریم و پرسانش خواد کردم. فراموشم نشه که امشب ما بخش گجاد برنامه را داریم که منیره جان میاد و در رابطه با یک تکنولوژی بر ما معلومات میده و در کنار از ما هم مهماندار است. مهمان ما استاد دانشگاه و در رابطه با تربیت سالم فرزندان در یک خانواده با مهمانم صحبت خواهیم کرد و در کنار از این یک چیزی را که فراموش نکنم که باید در رابطه با این صحبت بکنیم، موضوعی را که امشب ما انتخاب کردیم در رابطه با احترام متقابل به یکدیگر است. هرچند که تمام ما انسان ها دوست داریم که احترام شویم، هر از گاهی که ما در زندگی قدم میگذاریم و در جاده های زندگی میخواهیم به سوی پیشرفت بریم، توقع ما این است که ما باید همیشه احترام شویم. اما به شرط این که تا حال فکر کردیم که اگر ما میخواهیم از طرف دیگر انسان ها احترام شویم، ما واقعا خود ما چقدر به دیگران احترام کردیم و چقدر به دیگران ارزش قائل شدیم و دیگران را دوست داشتیم؟ وقتی ما میخواهیم احترام متقابل را در بین بیاریم، وقتی ما میخواهیم که از طرف دیگری یا از طرف انسان محترم شمرده شویم، پس ما هم باید نکات احترام بر دیگران را یاد بگیریم، یا اگر یاد نداریم باید که خوبتر آموزش ببینیم، تا اینکه اگر ما میخواهیم در یک جامعه، در خانواده، در بیرون، در دفتر، در کار، در هر جایی که هستیم احترام شویم، باید به دیگران احترام بگذاریم. هرچند که احترام میگن خریدنی نیست، یعنی یک چیزی نیست که ما او را با پول به دست بیاریم. احترام فقط به دست آوردنی است، او هم با تلاش، با زحمت و کسبی است. البته که ما باید با زحمت و تلاش ایره به دست بیاریم و زمانی که ما میخواهیم از طرف دیگران احترام شویم، باید چند نکات مهم و خوب را در زندگی مد نظر بگیریم. اولین نکته را که ما باید در زندگی مد نظر بگیریم ای که ما احترام شویم ای است که ما همیشه با انسانها مهربان باشیم و از لبخند کار بگیریم. هر از گاهی که میدانیم که یگان روزی که اگر ما میخواهیم مشکلات زندگی است، شاید سختی ها بسیار زیاد شود، بعض اوقات ما نمیتونیم که مهربانانه رفتار بکنیم. اما میگن اگر انسان هایی که بر کل زندگی مهربان باشند و با دیگران رفتار خوب داشته باشند، اونا همیشه بدون توقع احترام میشن و احترام متقابل از طرف دیگر انسان ها خواهد شد. دومین نکته که خیلی مهم میتونه باشه برای اینکه ما احترام شویم ای است که ما باید زود خشمگین نشیم. انسان هایی که در زندگیشون خشمگین نمیشن، قهر نمیشن و با وجود از اینکه قهر شدن یا خشمگین شدن بر ما فایده ای نمیرسانن، اما ما میتونیم که بر دیگران هم نقص برسانیم. اما اگر میخواهیم در مقابل احترام شویم و احترام متقابل را مد نظر بگیریم، ما باید همیشه و همیشه مهربان باشیم، در کنار از این زود خشمگین نشیم. و همچنان یک نکته بسیار مهم دیگه که میتونه در قسمت احترام کردن بر ما کمک بکنه ای که ما همیشه به حرف دیگران، بر صحبت دیگران و به گفته دیگران گوش بدیم. انسان هایی که حرف دیگران را قطع میکنن، صحبت یک انسان دیگر را قطع میکنن، اونها هیچ وقت قابل احترام نخواهد بودن. به خاطر از اینکه اگر ما میخواهیم که احترام شویم، باید به حرف جانب مقابل یا به حرف کسی که با ما صحبت میکنه تا پایان صحبتاش گوش بدیم و عاشقانه صحبتاش گوش بکنیم، تا ای که در مقابل بر ما احترام بکنن. حالا میخوایم بریم به طرف فردوس جان ببینیم فردوس بر ما چی آماده میکنه. فردوس جان سلام، شما هم بخیر. شام بخیر. خوب است؟ صحت خوب است جان؟ طرفایت خیر است؟ بخیر است. روز بخیر سپری شد. سلامت باشی. یک سلام علیکم. بعد از یک سوال دارم ازت. خب درست است. یک سلام خاص به تمام وطنان خود که یک مناسبت تلویزیونی یک تماشا میگن. خدا کنه روز خوب خوش شده سپری کرده باشن. بخیر باشید. امشب برای ما چی آماده میکنید؟ خب تمام جان وقت برنامه کم است. دلده خواستم دلده آماده کنم. یکم وقت میگیرم. دلده؟ بله. قبل گوشت شما آماده کردیم، قورمه کردیم. خود دلده را انداختیم تا جوش بخوره. یکم زمان گیر است. خواستم که تا که برنامه خلاص شوه یا ما آماده شوه. فقط کوتاه مقبرم بگو که دلده چی انداختی و گوشت چه قسم آماده کردی؟ خب دلده بعضی ها ماش نمیندازم، من ماش اضافه کردم. دیگه پیاز ریزه کردم، رومی ریزه کردم، مرچ انداختم، آب انداختم، جوش اومد، دلدر اضافه کردم. اما از خود گندم میده کده. گندم هم داشت انداختی؟ خب اون گندم است. دلدر خود از بله. خب این اضافه کردم، دیگه گوشت است، سرخی گوشت گوساله است.
او رو هم قرمه کردیم که وقتی آماده کردیم کشیده میشه چکه زدیمش باز سرش از گوشت استفاده میکنیم. آه گوشت به خاطر تزیینش استفاده میکنی یا کمرش میکس میکنی؟ نخیر نی اینه در سرش میکس هم میشه که میکس هم کنیم باز ما شما هم تو مثل شوله واره در سرش میمونیم. بسیار خوب فرداز جان چکر هم اتمن به خاطر بله، در دست هست بله. در چکر کدام چیز انداختی قسم بله چیز هست پودینه هست چی؟ پودینه پودینه؟ بله. او چی هست؟ قسم نانا هماره هست خب باز سفید است که خوش کنی یک بسیار طعم خوب داره بله فرداز میدانم دوست داری که همیشه احترام شوی بله اما چقدر به دیگران احترام میکنی؟ خب تمیم جان ما خود ما شما انسان هستیم باید اگر از کسی که توقع داری که احترام کنه باید تو به روزی احترام داشته باشی چی خرد باشه چی بزرگ باشه برایش احترام کو برت احترام قائل میشه کلگی خوش داره که احترام شوه و کسی که خوش داره که احترام شوه باید احترام داشته باشه بله ما یک مقوله هم داریم میگه احترام بکن تا که احترام شوی بله ها بله تمیم تو حال به کسی به احترامی نکردی خوشبختانه نه خوشبختانه نی همکارای ما از اتاق فرمان تمام اگه 7 نفر یا 8 نفر میگن که کده به احترامی کده کده خب خیر است در برنامه هستیم دروغ نمیگیم بیایم کدام ما از این میترسیم که میگی بیا در برنامه هستیم دروغ بگی خواهش میگم گفتم خیر است اگر کدام به احترامی شده باشه بازم مزد میخوایم گاهی اوقات ما ناخواسته یک عمل را انجام میدیم که اونمو هم به یک نوع به احترامی میباشه مثلا یک نفر یک گپ میزنی بله مثلا قار میشی زرش یک گپ را میزنی خوی نمی به یک نوع به احترامی از دیگه خب پس باید معذرت بخوایم معذرت خواستی از کسی تال؟ بله چرا نه بارا نگفتی تال بیخی یادم رفته که چقدر معذرت خواستی بله. از کی معذرت خواستی؟ خب دوستا خانه فامیل هستن که طبعا قار شدیم من تا طفل خورده که سرش قار شدیم پس کدش پس به نرمی دگه پا اومدیم که پاش که از من خفه نشه سبا که بزرگ شوه یا امو اقداد دلش نمانه که از ما به احترامی بر نکنه راست میگی راست میگی حالا فرداز جان سر دیگه کم بلند کن چقدر شما آماده شده دیگه ما مطمئن هستم میره در جریان برنامه میتونی بر ما بیاری یا آخر برنامه میاری خب تمیم جان خیر مشکل نیست است آخر برنامه است سر برنامه کم بلند کن تصویرم بگیرم دوستای ما ببینن یه خوش اوله واره شده آخ یه دلده این خسلت شده یه کلش گندم هست برای اینجا منداختی دهش؟ نه گندم هست آه این گندم هست فقط ماش هست دیگه چیز نداره ماش داره گندم داره؟ گندم هست گندم سابقه گرات میشد نه؟ بخی کرایی واره آمده آه این قرمه هست قرمه که گوشت هست که آماده شد بازی دسترش اضافه میکنیم آه این امشب ما هرچند که امروز از طرف روز باران هم بود یکم هوا هم ابری بود و این بسیار خوب است برای هوایی که سرد باشه برای هوایی که با. سرد باشه برس به کارهایت انشالله که در پایان برنامه حتما ما نوشجانش میکنیم از جایی که شما بیننده برنامه هستین انشالله که تا پایان برنامه را بیننده باشین از اینجا میریم سراغ یک وقفه خیلی خیلی کوتاه در ادامه برنامه با ما باشین عزیزای دل برگشتیم به ادامه برنامه شامتان پر از نور الهی و من مهماندار هستم مهمان ما جناب استاد ابی بیادگار ما امشب میخواییم در رابطه به تربیت سالم فرزندان در یک خانواده صحبت بکنیم هرچند میفهمیم که موضوع بسیار زیاد مهم است و بخصوص خانوادهایی که نقش اصلی را در قسمت تربیت فرزندانشان دارن آل چه نکات را باید مد نظر بگیرن تا فرزندشان در آینده های نزدیک سالم و بهتر خوبتر و جامعه تقدیم بکنن قبل از همه جناب استاد سلام شام شما بخیر خوش اومدین به برنامه تشکر بسیار زیاد شما بخیر شام همه هموطنان ما بخیر بسیار خوشحال هستیم که یک شب دیگر از زندگی خود با شما آغاز میکنیم و با هموطنان خود آغاز میکنیم سلامت زنده باشین بسیار زیاد خوش اومدین جناب استاد قبل از اینکه بریم در رابطه با تربیت سالم فرزندان صحبت بکنیم اصلا نقش تربیت در یک خانواده چقدر مهم میتونه باشه بسیار زیاد هر خانواده که فرزندهای را در خانواده دارند در حقیقت اینا تمامش نعمت ها و زیربناهای هر جامعه هستند شما در تربیت کودکان یا فرزندان باید چندین مرحله را طی کنید که از یک سالگی شروع میشه تا 5 سالگی تا 10 سالگی تا بالاخره تا 18 سالگی اساس ترین مرحله تربیت زمان شروع میشه که به اطفال شما تازه دست چپ راست خود میشناسه که این سن 11 و 12 میشه و تو به بالا میره اما قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که بسیار زیاد در تربیه اطفال نقشه رو مادر است در حقیقت مادر شبه به مکتب عمل میکنه در خانواده که عموما اطفال چی دختر هستن چی پسر هستن خیلی به مادر نزدیک هستن و یعنی هر چیز از مادر میآموزن و الگو میگیرن شما باید چند مرحله را در تربیت اطفال در نظر بگیرین که اولی که زمانی که اطفال شما از سن 7 سال و بالا میره
کوشش کنین که یک همینشینای خوبی به اطفالتان انتخاب کنین، چون فرزند یا کودک بیشترین الگو را یا تربیه های کپیر از همینشین خود میگیره. مثلا شما جای میمونی میرین، جای سفر میکنین به یک کشور، به یک محفل، بعد از اینکه شما برگشت میکنین به خانه، میبینین که بعض خوی خواصا یا الگوها را اطفال شما کپی گرفته، با خود در خانه آورده. از کی آورده؟ طبعا از همنشینش آورده، یا جای دیده، یا در تلویزیونی بوده، در میدیایی بوده. پس خوب است که پدر و مادر اشیایی که در اطراف کودک هستن، کسایی که اطفالی که در اطراف کودکشان سرگرم هستن، با اونا سرکار دارن، اینا رو باید بسیار دقت کنن و شناخت بهتر نسبت به اینا داشته باشن. بله. حالا نکات مهم را جناب استاد که باید در قسمت تربیت فرزند یا تربیت یک اولاد خانواده مد نظر بگیره، بغیر از این نکته را که شما گفتین، چقدر نکات مهم دیگه است، نکات مهم دیگه که باید خانواده مد نظر بگیره تا فرزندش وقتی آیسته آیسته کلان میشه و بزرگ میشه با خوی خواص خوبتر، بهتر و عالی‌تر جوان شود؟ اگر چهار شخص شما در تربیت فرزندانتون تحت کنترل داشته باشید، و این بسیار ضمانت بزرگ ایجاد میکنه تا که فرزند خوب درآینده داشته باشید: یک، پدر و مادر، دو، همنشین، سه، معلم، و چهارم هم با اشیایی که کودک سر کار دارد. طبعا هیچ پدر و مادر دوست نداره که آینده اطفالش خراب باشه و به نهایت زحمت خود میکشند. دوم، یک معلم خوب که بعد از پدر و مادر بسیار نقش داره، معلم خوب است. سوم، همنشین کودکای شما که در همسایه است، مکتب است، در محفل است، اینا رو باید شما تحت کنترل داشته باشید که همنشین فرزندای شما از چین و فامیل است، چین و بگرند داره، چین و خوی خواص داره. زمانی که مطمئن شدین، شما میتونین که راحت اطفالتان با اینا بابانه که در قسمت بازی و ساتری و تفریح کنن، درس خواندن چی کنن، اینا سرکار داشته باشن. چهارمین چیزی که شما باید زیاد دو کنترل داشته باشین در توصیر به تربیت فرزندان شما، زیاد نقش داره میدیاست، تلفن، تلویزیون، رسانه. بله. شما باید انتخاب کنین که هر پدر مادر باید بفهمه که کدام برنامه تلویزیونی با تربیت اطفال ما با سن و فهمش مناسب است، کدام برنامه تلویزیونی مناسب نیست. متاسفانه خیلی از فامیلا هستن یا خیلی از پدر مادر هستن قبل از اینکه اطفالشان به سن مناسب برسه یا به سن 18 برسه، فرزندانشان تلویزیون موبایل هوشمند مریضونا میتن و موبایل هوشمند مستقیما به اینترنت وصل است و هیچ گونه فیلتر هم دیگه وجود نداره و میفهمین که این تلفن یا این موبایل هوشمند فرزندان شما را با یک کلیک با جهان وصل میکنه، با تمام سیاهی و سفیدی جهان. بله. و باید هر پدر و مادر کنترل داشته باشه. طفل یا فرزند بیشترین حرف شنوی را از میدیا و همسن و سال خود میگیره. در پهلویی که پدر و مادر شب و روز زحمت میکشه برای فرزندان خود، باید این دو چیز هم خیلی زیاد کنترل داشته باشه که بسیار نقش مهم داره، حتی 50 یا 60%. بله. جناب استاد، حالا بعض خانواده ها این قسم فکر میکنن که مدیریت بیش از حد بالای یک طفل، که طفل نمیمونن که از خانه بیرون شوه با همسن و سالای خود بازی کنه یا ساتری بکنه یا تفریح بکنه، فکر میکنن که حالا امو تمام تربیت سالم به می برمیگرده که یک طفل از خانه بیرون نشه تا سن قانونی را پوره میکنه. باز بعدا میبینیم که امی که زیادم بیش از حد اینا قیدگیری میکنن در خانه بالای یک طفل، باز او تاثیر بد بالای او طفل میگذاره. حتما که حالا یک طفل که همیشه در خانه باید قید باشه، حتی پشت یک سودا هم نمیخوان که طفلشان بیرون بره، چون میگن که در بیرون افراد و اشخاصی هست که شاید طفل ما بی تربیه و بار بیه. حالا مدیریت کردن خود فرزند چقدر میتونه نقش داشته باشه جناب استاد؟ چه قسم باید مدیریت بکنن که نه پیش از حد باید قیدگیری بکنن و نه پیش از حد باید آزاد بمانن طفل؟ از دیدگاه روانشناسی شما چند واژه را نباید مقابل کودک ها استفاده کنید، حتی مقابل بزرگا. یک از واژه که نباید مقابل کودک شما استفاده کنید واژه نز. واژه نگفتن خود به خود یک فضای لجبازی را به بار میاره. وقتی کودک در گلاس دست میزنه، در موبایل میزنه، نکو نکو. چند واژه‌ای که شما نباید مقابل کودکان استفاده کنید: نکو است، اگر است و چرا. چرا این واژه باعث میشه که اطفال شما یک زبان لجبازی را با شما بگیره و روز بره با شما فاصله بگیره. شما زمانی که یک چیز از کودک میگیرید، جایگزین این حرفا چی باید باشه؟ جایگزین بسیار مثبت خوب باید داشته باشین. مثلا کودک شما قرار است که گلاس را به زمین بزنه، شما بگین که بیا که ببینیم که چطور یک کتاب کارتون ما بتوردیم، بیا که بخونیم. شما متوجه هستین زمانی که امی پیشنهاد به کودک میکنین، در هر خانه که باشه تجربه میکنین، اتومات کودک گلاس اعلام میتم یا بسوی مادرش یا میای بسوی موبایل. یعنی به معنی که شما زمانی که هر چیز از دست کودک میگیرین یا او را مانع میشین، یک دفعتا قبل از ابراز پیشنهادتان یک جایگزین مثبت باید به کودک داشته باشین.
که کودک خیلی زود آرام کنین. اگر مانعش میشین که برنامه تلویزیون نبینه که پس زیرش بر هم میزنه، باید وقت پیش بینی خوب باید داشته باشین، باید وقت چلل تبدیل کنین که یک کارتون خوب داشته باشه، یک داستان خوب داشته باشه، یک طبیعت خوب داشته باشه تا کودک با شما فضای لجبازی را نگیره. این چهار واژه را اگر شما مقابل کودک استفاده نکنین، هیچگاه مقابل شما لجبازی نمیکنه و خیلی خوب چیزی که شما آرمان و آرزو دارین طبق از اون قدم میمونه و رفتار میکنه. بله جناب استاد، بعض از فامیلا قسم رفتار میکنن که خوب میخواین مدیریت داشته باشن روی فرزندشان که فرزندشان سالم به بار بیاید، اما بعض جنگ ها را یا بعض گفتگوهای لفظی را مقابل یک طفل اونا انجام میتن با وجود از اینکه میخواین مدیریت هم بکنن طفلشان را. خود رفتارها و عمل را که پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگ در یک خانه انجام میتن، به خصوص جنگ ها و دعواهایی را که در بین خانواده ها است، چقدر میتونه نقش یا چقدر میتونه تاثیر منفی روی تربیت یک فرزند داشته باشه، یک طفل؟ آنچه طفل و فرزند شما را تغییر 90 درصدی میده تربیت های رفتاری از در خانواده. ما گاهی وقت فرزندان را میگم نماز بخوان، گاهی وقت خود ما نماز میخونه و اون به پلی ما استاد میشه. بسیار تفاوت بزرگ وجود داره، ای که ما به بالایی که امر میکنیم و ای که برش نمایش میتیم اکثرا خیلی با هم تفاوت داره. شما زمانی که در خانه درگیری میکنین برادر و خواهر یا اقارب وقتی که میمونیا میشه، خوب است که در بعض از مجالس کودک ها را جانتین. اگر جامتین واژه هایی را که شما استفاده میکنین، شوخی هایی را که شما استفاده میکنین که متعلق به بازار کوچه است نه به فرهنگ خانواده، خوب است که کودک ها را در اون مجلس نباشه. اگر از شما باید مراد کنین، چرا شما باید دل بسونین به زحمت پدر مادر؟ پدر مادری که شوا زحمت میکشه که فرزند خوب داشته باشه، ولی زمانی کودک می به مجلس شما از واژه های استفاده میکنین که ثبت ذهن زینا میشه و بالاخره کودک به خانه برمیگرده این واژه را استفاده میکنه. پس چیزی که بالای کودک زیاد تاثیر داره تربیه های رفتاری است. وقتی که در خانه شما جنگ میکنین، واژه های غلط استفاده میکنین، مستقیما برای روی روان کودک تاثیر میگذاره. یا مجلسشون را جدا کنین یا گفتگوهای سیاسی یا جنگ دوا را کوشش کنین که در گوشه انجام بدین، کودک از دور باشه تا که صدمه زنه بالای درس از او، بالای تعلیم از او، بالای روی روان از او. بله جناب استاد، آیا فقط تربیت سالم برمیگرده به دستان مهربان مادر یا پدر هم میتونه نقش داشته باشه یا خواهر و برادر بزرگ هم میتونه در تربیت سالم نقش بزرگی داشته باشه؟ اما قسمی که اول ما بر شما گفتم، به مادر کسی است که بیشترین نقش تربیت بالای فرزند داره. وقتی که نصف شب کودک ساعت فرزند یا کودک ساعت دو یا یک به شب است، گریه میکنه و بسیار چی میزنه، فریاد میزنه. بعضی پدرها عادت دارن اتومات اتاق تک میکنن دیگه خانه میرن. اونجا باز چی مهم است؟ اونجا باز کودک شما را عقل و منطق دیگه آرام کردن نمیتونه، عاطفه مادر است که آرام میکنه. چرا پروردگار بر مادر عاطفه زیاد داده، مهربانی زیاد داده؟ به خاطر که چیزی که کودک آرام میکنه عاطفه مادر است. اگر در حالت شما وقتی کودک گریه میکنه هر چی که داغوش پدر بدین آرام نمیشه، به خاطر که او عاطفه را که فرزند یا طفل با مادر داره با پدر نداره. پس این دلیل برای ما را ثابت میکنه کسی که نزدیکترین تربیه را در نقش کودک داره یا فرزند داره مادر است. مادر باید سرش بسیار کار شود. هر پدر مادری که امروز فرزند دارن که در حدود 14 سال و 15 سال است، شما فراموش نکنید که این فرزندای شما مادرای آینده است، پدرای هاینده است. اگر شما بالای این نسل کار کردین، فردا ما مادرای خوب داریم، پدرای خوب در جامعه داریم. از مادرای عزیز ما خواهش میکنم قبل از اینکه دختران یا پسراتون از شما نامزد بسازین، عروسی بکنین، باید بالای زنا افکار زنا باید کار کنین. هر دختر باید ایرا باید دلش خوش از یا خوش نیست، باید در آینده بفهمه که یک زمان باید خواهر خوب باشه، یک زمان باید مادر خوب باشه، یک زمان باید خانم خوب باشه. باید این چهار بخش خود عیار کنه، مطالعه دقیق داشته باشه. آنچه که دخترای شما را در آینده به عنوان مادرای خوب در هر خانواده معرفی میکنن، تعداد کتابهایی است که اینا در خانواده امروز میخوانند، تعداد تعلیم و تربیه است که از طرف مادر میگیرن. شما میتونید که بزرگترین نقش بر ثبات و سالم جامعه داشته باشین.
خصوصا شما پدر و مادرای عزیز که امروز فرزندایی دارین که در سن سال 15 و 16 و 18 هستن. بله جناب استاد، بعضی ها فکر میکنن که یک خانواده باسواد باعث میشه که یک فرزند باسواد و یک فرزند با تربیه بگویم به طور عام به بار میره، و بعضی ها فکر میکنن که یک خانواده بی سواد شاید یک فرزند را تربیت بکنن که اونم بی سواد باشه، در کنار ازو شاید تربیه درست هم نداشته باشه. اما ما کاملا برعکس قضیه هم دیدیم، یک خانواده باسواد بوده، یک فرزندی که در اون خانواده بزرگ شده کاملا غیر منطقی تر بگویم که الا مو شخصیتش، رفتارش، کردارش ایت بر نمیخورده به پدر و مادری که باسواد هستن و با تربیه هستن. اما برعکس داشتیم در خانواده‌ای که کاملا بی سواد بودن، اما یک فرزند در اون خانواده بزرگ شده که او باسواد شده و در کنار ازو خیلی با تربیه هم بوده. حالا سواد میتونه نقش داشته باشه در قسمت؟ سواد و تعلیم قابل احترام در هر خانواده به هر فرد است، ولی سطح تحصیلات انسان مطلقاً هیچ ارتباط با شعور انسان ندارد. سطح تحصیل شما جداست، سطح افکار شما جداست. شما در دنیا میبینین که خیلی کسا پیشدی داره، دکترا داره، ولی به پروردگار ایمان نداره، به روز آخرت ایمان نداره. پس اینجا معلوم میشه که سطح تحصیل انسان با سطح شعور محمدی انسان کاملا جداستن. بله تحصیل و درس و اینا تاثیرات مستقیم خود بر خانواده داره. آنچه که شما باید در کنار تحصیل، در کنار تقوا در خانواده داشته باشید، برای فرزندانتان وقت بگذارین. هفته یک بار، روزانه یک ساعت، نیم ساعت، وقتی که فرزندان شما بار اول به مکتب میرن، صف دو سن، صف اول هستن، شما باید در دنیای زنا خود داخل بسازین. در دنیای زنا به چی معنی؟ وقتی که شب خانه میینه از وظیفه نان میخورین، صدا بزنین فرزندانتون، نیلوفر، حسما، اجمل، امید، بیا که بچه‌م امروز در مکتب چی خوندی؟ بگیتون نام مرا نشه، نام پدر جان نشه، که نمیتونی. شاید این موضوع به نظر شما ساده معلوم شوه یا شما در این موضوع وقت نداشته باشین، ولی اعتماد به نفس کودک بسیار بالا میبره، روی کودک بسیار بالا میبره. این باعث میشه که شب خواب شه و روز با انرژی بسیار خوب آغاز کنه، با یک انرژی بسیار بزرگ به سوی مکتب بره و دوباره برگرده. دومین چیزی که شما باید در کودکاتون باید بتین او چی است؟ حق انتخاب است. مثلا شما در یک مغازه میرین، در یک سوپرمارکت میرین، شما میفهمین که کدام خوردنی رو به کودکتون بگیرین، کدام لباس رو باید بگیرین. اما زمانی که شما به کودکتون میگیرین که میگین که از این دو خوردنی به کدامش باید بگیرم یا از این دو کتاب من کدامش باید بگیرم، این باعث میشه که اعتماد به نفس کودک بالا بره، جرأت خوب بگیره. دومین نقطه بباشین، سومین نقطه که شما باید در تربیت کودکانتون در خانواده در نظر باید داشته باشین، هیچگاه تغییرشون نکنین. بله تغییر کردن در مرور زمان، خصوصا معذرت میخوایم، سیلی زدن به سر کودک، به سر فرزند، به مرور زمان روی زینا را ضعیف میکنه و در آینده خدای نخواسته لکنت زبان اینا پیدا میکنه. کودک یک چیز اشتباه میگه، تا سن 10 یا 11 سالگی تعادل فکر یا عقل نداره کودک ها. میبینین که بعضی کودک ها وقتی که ظرف میگیره، کسی میگیره، زود از پیشان میشکنه، چون اینا تعادل منطقی یا تعادل عقل ندارن. روی کودک ها را نشکنانین، هیچگاه در مجلس یا میمونی از کودکان سوال نکنین، چیز را پرسان نکنین. ممکن است همون اشتباه بگویه و مجلس بالای از بخنده، یا کودک های دیگه تا چند روز روی از یاد کنن که از پدر در فلانی مجلس از چیز پرسان گفت تو یاد نداشتی، وی خود به خود روی از ضعیف میه، اعتماد از ضعیف میه، دیگه کوشش میکنه که در مجلس بیه، کوشش میکنه که گوشه نشینی را اختیار کنه. پس بسیار زیاد دقیق داشته باشین این نقطه. بله مرچند میدونیم که آینده روشن کشورم ابتدایش امو خانواده است که فرزندایی که در خانه تولد میشه او را با تربیت سالم کلان میکنه و بالاخره آینده روشن یک کشورم به دست امو جوانان است که بالاخره یک روز کودک بودن. جناب استاد، در پایان میخوایم که پیامتان برای تمام خانواده‌های عزیزی که فرزند دارن، کودک دارن و حالا توجه کردن یا نکردن چه هست که در قسمت تربیت درست و سالم فرزندانشان، پیام شما را گوش بکنن. پیام کوتاه خلاصه ای است که ما بیشتر از هر کشور دیگه، بیشتر از هر جامعه دیگه به یک نسل سالم و باسواد ضرورت داریم. من فکر میکنم این جمله کفایت میکنه به هر پدر مادری که به هر زوجی که تصمیم ازدواج دارن. وقتی که یک زوج ازدواج میکنه، شما یک آیله را تشکیل میتین، یک آیله خوب، یک خانواده خوب تشکیل میده، یک خانواده خوب، یک جامعه خوب تشکیل میده، یک جامعه خوب، یک کشور خوب تشکیل میده. یک فرد با سواد، با منطق تحصیل کرده میتونه که جامعه را تغییر بده. هیچ کارتان یا هیچ کارتان شما یا هیچ زحماتتان پدر مادر نباید دستاورد کوچک بگیرن،
باید سرزی کار کنن که فرزندای امروز نسل آینده ماست. نسل آینده ما اگر خوب بود، جامعه خوب داریم و یک کشور پر از افتخار داریم. موفقیت و پیروزی به تمام خانواده عزیز ما می‌خوایم. بخیر باشین جناب استاد، سلامت باشین. و عزیزایی که شما بیننده برنامه هستین، از همینجا سراغ یک وقفه خیلی کوتاه میریم و در ادامه برنامه منیر جان در بخش گجت. به نام یاد خداوند یکتا مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آرزو دارم هر کجایی که هستین خوب صحتمند و سر حال باشین. بخش گجت برنامه شام یک هست و در این بخش باز هم خدمت حضور شما فناوری های جدید و یا هم تکنولوژی های جدید را برتان معرفی میکنم. پس امیدوار هستم تا پایانی این بخش با ما همراه باشین و از داشته های ما مستفید شوین. خب قسمی که گفتم فناوری های جدید را معرفی میکنم و از جمله این فناوری ها یک فناوری جدیده که به نام اندروید وی آر ها است. این را با هم میریم در بسته تصویری یک جا میبینیم که اندروید وی آر ها چی است و چگونه کار میکنن و چقدر تانستن در دنیای تکنولوژی سهولت ایجاد بکنن. اندروید وی آر یا اندروید پوشیدنی نسخه از سیستم عامل اندروید و ابزارهای وابسته به آن است که طراحی آن به طور انحصاری برای ساعت‌های هوشمند و لوازم پوشیدنی دیگر صورت گرفته و در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت اندروید وی آر یک ابزار پوشیدنی است که مجهز به نسخه خاصی از سیستم عامل اندروید می‌باشد و از جمله ابزارهای آن می‌توان به ساعت، عینک و غیره اشاره کرد. و استایل های ساعت در وی آر واچ فیس می گویند و اندروید وی آر این قابلیت را به شما می دهد تا واچ فیس اسمارت واچتان را مطابق سلیقه خودتان سفارشی کنید. با این کار می توانید تعیین کنید روی صفحه اصلی اسمارت واچتان چه چیزهایی نشان داده شود. مثلا یک قرار ملاقات، هشدار یا یادآوری برای تماس، رژیم غذایی و غیره. بنابراین اعلان های مهمی که تنظیم کرده اید همواره برای نمایشگر ساعت های هوشمند نمایش داده می شوند و کارهای مهم همیشه پیش روی چشمتان خواهند بود. اندروید وی آر و گوگل واچ در کنار یکدیگر به شما کمک می کنند تا میزان پیاده روی، دویدن، بایسکل سواری و تمرین های ورزشی تان را با گوگل فیت یا اپلیکیشن های دیگری که از آنها استفاده می کنید پیگیری کنید. با این کار می توانید یک مربی بدنسازی مجازی داشته باشید، ضربان قلبتان را چک کنید و یا حتی همزمان موسیقی پخش کنید. جالب اینجاست که همه این کارها را دقیقاً از دور بند دست و تنها با کمک یک ساعت دستی انجام می دهید. ساعت‌های اندروید وی آر این امکان را دارند که آنها را به تلفن همراهتان وصل کنید و از برنامه‌های مورد علاقه‌تان بدون دسترسی به تلفن استفاده کنید. اگر از اندروید وی آر استفاده کنید، دستیار گوگل یا همان گوگل اسیستانت همیشه کنار شما و روی بند دستتان قرار می‌گیرد. بنابراین وقتی هر دو دستتان پر باشد، می‌توانید خیلی راحت گوگل اسیستانت را صدا بزنید و از او بخواهید کارهایتان را انجام بدهد. فقط کافی است دکمه پاور را فشار دهید و یا با استفاده از کلمه اوکی گوگل آن را صدا بزنید و بعد از او بخواهید تا کارهایتان را انجام دهد. از جمله کارهایی که گوگل اسیستانت برایتان انجام می دهد، خواندن پیام‌های شخصی و پاسخ به آنها، تماس گرفتن با کسی، جستجو در گوگل و سایت‌های مختلف دیگر و غیره می باشد. اندروید وی آر قابلیت اتصال به تلفن همراه را هم دارد که این قابلیت به دو دلیل طراحی شده است. اول، برای استفاده کامل از تمام ویژگی های اندروید وی آر و سمارت واچ و دیگری برای تسلط بر تلفن همراه، دسترسی به فایل ها و ابزارهای آن و مدیریت آنها. اما برای این کار به تلفن های اندروید، یعنی اندروید 3.4 و یا هم بالاتر و یا گوشی های آیفون با سیستم عامل آی او ایس و یا بالاتر نیاز دارد. فراموش نکنید که ویژگی های اندروید وی آر بر اساس پلتفرم و دیوایسی که از آن استفاده می کنید متفاوت خواهند بود. برگشتیم عزیزان، این هم بود بسته تصویری در مورد اندروید وی آر ها و شما دیدین که چی یک محصول خوب هست و ما میتونیم با استفاده از او، یعنی تمام کارهایی را که ما باید تلفن می داشتیم یا وسایل دیگر را می داشتیم که باید انجام بدیم، تمامش با استفاده از یک اندروید وی آر ما میتونیم انجام بدیم. خب در کنار از او یک محصول دیگر هم است به نام عینک گوگل و واقعا مثل نامش جالب هست و ایکی چه قسم محصول هست اینا با هم حالا میریم ما بررسی میکنیم.
قسمی که گفتم عینک های گوگل، این عینک ها مثل مایکرو کامپیوتر ها است که شامل دوربین، مایکروفون، صفحه لمسی یعنی تچ اسکرین می باشه و همچنان صفحه نمایشگر اطلاعات، بلنگو، بلوتوت و شبکه وایرلس می باشه. و همچنان عینک گوگل غیر از مدل های آفتابی که داره تمامش بدون شیشه می باشه و فقط در قسمت بغلیش یک شیشه داره که با استفاده از اون می تونه تمام کارهای ما را کنترل بکنه. اینکه چگونه؟ دوربین 5 مگاپیکسلی از این میتونه برای عکاسی و فیلم برداری هم یعنی قابلیت از این داره که عکاسی و یا هم فیلم برداری بکنه و این قسمه است که وقتی یا کسی و یا شخصی او را در چشم خود میگذاره فقط بهش دستور میده که از اونم قسمتی که دوست داره عکس میگیره و فیلم میگیره بدون از اینکه ما تلفن بکشیم یا هم اون صحنه مقبول را از دست بدیم و طور خیلی عاجل فقط با یک صدا کردن ما و بسیار یعنی یک محصول است که کاملا تونسته کار ما را ساده بسازم. انتقال صدا در عینک گوگل از طریق القای استخوانی توسط یک المنت درونی صورت میگیرد و هنگام تولید صدا این المنت به لرزش آمده و امی لرزش به جمجمه کاربر میرسه یعنی می لرزش ازی و بعد از او این میتونه که از طریق از او صدا را بگیره و یا هم صدایی که از دیگران میشنوه یا صدای خود روان میکنه میتونه را به خیلی آسانی بشنوه. و همچنان عینک گوگل به تمام تلفن هایی که دارای بلوتوت هستن میتونه کار بکنه، یعنی توسط بلوتوت میتونه به تلفن وصل شوه و تمام کارهایی هایی که ما به تلفن انجام میتیم تمام از اون میتونه تنها یک عینک انجام بده، او هم بالای چشم های ما قرار داره و بس. و همچنان در ضمن از او فرمان های کنترلی عینک از طریق لمس صفحه جانبی و فرمان های صوتی صورت میگیرد. مثلا ما میگیم عکس بگیر، میتونه دمو ظرف ثانیه بر ما عکس را بگیره و یا هم میتونیم بگیم ضبط کن، اما صدایی که در اطراف ما هست او را ضبط میکنه و یا هم میگیم مسیر راه را پیدا کن، با استفاده از نقشه این میتونه اون مسیر راه ما را بر ما نشان بده و ما را به راهی که میریم برسانه. خب ما میتونیم از طریق یک ضربه کوچک امی صفحه زیر باز بکنیم و تمام امی کارها را بر ازو دستور بدیم و در ضمن از اون ما میتونیم با استفاده از این پیام هم بگذاریم و واقعا یکی از کارهای بسیار خوبش بوده میتونه که ما پیام را که نوشته میکنیم میتونه با استفاده از ذهن ما او را به کاربر منتقل بسازه یا هم مسیج را نوشته بکنم. خب عینک گوگل دارای وزن بسیار کم می باشه و بسیار ساده طراحی شده و تمام این سخت افزارها یا تمام این کارهای هایی را که گفتیم تمامش فقط در اونم قسمت که یک طرف از این مثل شیشه هست در اونم اونجا قرار داره و ما میتونیم تمام کارها را با استفاده از اون قسمت کوچک انجام بدیم. وقتی که ما از استفاده کنیم میتونیم ببینیم که چقدر لذت بخش است. وقتی که ما یک صحنه را میبینیم چقدر دوست داریم که صحنه از پیش ما خطا نخوره که یا صدای را میشنویم میگم ما از پیش ما یا کاش میتونستیم در تلفن ما را ضبط بکنیم یا هم عکس را که میبینیم کاش میتونستیم اون را بگیریم، اما حالا کار ما خیلی ساده شده، فقط با یک صدا کردن میتونیم اون کار را انجام بدیم. و همچنان ما میتونیم بعدها او را ادیت بکنیم یا هم ویرایش بکنیم تمام از اینا را، یا هم مود دقیق که ما عکس را گرفتیم میتونیم به صفحات مجازی شیر بکنیم و یا هم میتونیم امروز با دوستان ما به صورت لایف ارتباط برقرار بکنیم. تمام از این مزایا در یک عینک خیلی کوچک جایگزین شده. و یا هم اگر فرض کنیم در هنگام رانندگی هستیم، در وقت رانندگی خب ما نمیتونیم مثلا چت بکنیم چون یک کار است که خلاف قانون هست و یا هم نمیتونیم به کس زنگ بزنیم، تمام از اینا را حالا عینک گوگل قادر به شده که حتی ذهن ما را بخونه و با استفاده از او تمام مسیج و یا هم چیزی را که ما میخواهیم به صورت متنی در بیاره و ما را روان بکنیم به کسی که دوست داریم. خب و یا هم مثلا ما یک سوال خیلی عاجل بر ما کار میشه که ما باید عمود دقیقه او را پیدا بکنیم جواب شه، یا هم بعضا وقتی یک جای میشینیم دوست داریم که به سوال خود جواب پیدا بکنیم، یعنی عینک گوگل قادر به این هم است که ما از خود گوگل استفاده بکنیم و عمود دقیقه بتونه عمود سوال ما را پاسخ بده. و تمام از این یعنی تمام خوبی هایی را که گفتم در این عینک هست و این تا حال در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و مردم تونستن از او کارایی های زیاد داشته باشه و طبعا اگر به اینجا هم برسه هم ما شما دوست داریم از استفاده بکنیم چون یک محصول کوچک که به این اندازه کار ما را ساده بسازه که دوست نداره که امروی خود داشته باشه. یکی از خوبی های دیگر از این عینک ها این بوده میتونه که ما حتی در تلفن هم وقت ما استفاده میکنیم امروی کسی گپ میزدیم او هم یا صوتی یا تصویری نیاز به یک ترجمان داشتیم، اما این عینک ها قدر کار ما را ساده ساخته که خودش ترجمه میکنه و به شکل ترجمه شده بر ما حرف نفر را میرسانه. و یا هم اگر ما بخوایم در ایستگاه مترو باشیم و آدرس را بلد نباشیم فقط آدرس را برازی میتیم این ما را در اون منطقه که میخوایم اونجا میرسانه.
بله عزیزان، این هم بود معلومات کلی در مورد این دو محصول که من براتون امشب معرفی کردم، که واقعا دو محصول است که اگر ما را با خود داشته باشیم دیگه میتونیم، یعنی تمام سهولت هایی که در یک جامعه است با خود داشته باشیم. و تشکر میکنم از شما عزیزان که در این بخش برنامه با ما همراه بودین، و یک تشکری خاص میکنم از برند برنوی شرق بابت تهیه لباس های من. حالا میریم به طرف وقفه، در ادامه برنامه با تمیم جان باشین. عزیزای دل، برگشتیم و ادامه برنامه شام یک. انشالله که تا این لحظات برنامه به دلتان بوده باشه، هرچند میدونیم که هوا آهسته آهسته سرد میشه. امیدوارم که مواظب خود و خانواده خود باشین، لباسای گرم بپوشین تا خدا اینو خواسته مریض نشین، چون وقت فصل تغییر میکنه و هوا از طرف شب خیلی سرد شده، باید ما متوجه ساعت خود باشیم. در آغاز برنامه فردوسان بر ما قرار بود که دلدر آماده بکنه، خودش گفتم موتور و از دلدن فهم شولا آماده کرده چی آماده کرده. فردوسان یک بار دیگه نام غذا رو بگی، فراموشم شد. خب دلده گفتم تمی شوله دلده، دلده شوله نیست. خب دلده شوله خودت در برنامه مصروف بودی، آماده شد چون که یخ کنه این خودمو تو سخت میکنه. باید اون سال خدا سخت کرده. بله کم سخت کرده، خیر مو نرمش میکنیم. چرا نه تیم جان؟ خب یک بار دیگه بگو داخل می دلده چی هست فردوس؟ غیر خب از خود دلده، دلده را ما شما در خانه آماده میکنیم. ماش نمیدازیم، من ماش اضافه کردیم، شاید در خانه ماش اضافه فامیلا کردی، رومی اضافه کردی. بله پیاز اول سرخ کردیم، اول پیاز سرخ کردیم، بعد رومی اضافه کردیم، روب اضافه کردیم، یک قاشق نمک و مساله را نمیدازیم. طرف کو که به تصویر مزایمت میکنم آل سیش. خب بله دیگه نمک و مساله را انداختیم، بعد خودش اضافه کردیم، خوب یک دو چرخ دادیم همراه آب و چی. بعدا ماش ما نرم کرده بودیم قبلا، خب او رو هم دایش انداختی؟ او رو هم برش اضافه کردیم. بله و بعد از اوی قرمه گوشت که پیش از پیش آماده کردی؟ بله بعدا قرمه گوشت و از آماده کردنش ساده است دیگه؟ بله او مشکل ندارم. یک ذره قرمه گوشت نگاه کن بر پسان سپر میگه البته. خب یه مقه بسید خب ایره به خاطر تزیینش انداختی. بله. معمولا در شبای زمستان وقت خنک میشه زیاد شوله ما دوست داریم نوشجان بکنیم، مثلا دلده نوشجان بکنیم و قشری یک غذا رو میگن. بله. از اون نوشجان بکنیم یک شب قشری قروت میگن نه از اون اومده بکنم. شبای قبل اومده کده بودم تمیجان کهی ما خوردیم خودت او وقت در برنامه حضور شبای مدرسی. قبل نبود چهار پنج ماه پیش بود. بله این بود خب. قربان بله بعد از عید قربان این برنامه که شروع شد. شب اول عید قربان به فکر که شروع شد. بله ماش آغاز برنامه ما چکر دیدم، مال چکر نمیدیم. اوپ چکر در یخچال مونده میشه. گفتم باش که چیز مقصد ما یادم نمیره. این خوب شد گفتی بیان یعنی یادم رفته بود. بله مگر نمیگفتی این یادم رفته بود تمیم جان؟ خب ایره که چکرم تو پوش میکنیم یا که بخاطر تزینش؟ نه فقط خب از همکارای ما چند نفر آمدن منتظر نان هستن. کم زودتر شکیب جان است اونجا منتظر است، مدیر صاحب کمره است. مدیر صاحب کمره خودت همراه شکیب جان لطفا از استودیو خارج شوین چون مرسی ما نان نیست نه شوخی بکرم کلیگی منتظر می دلده هست فردوس و هی هم فکر میکنم فقط بر ما و تو هستیم. نه تمی جان کبو کشیدی خوی را برای خودت کشیدم جده دیگه هم هست شو گوشتم مونده اینه همینجا اگر نوشتان بکنیم چی؟ هیچ مشکل نیست. اگر میگی میریم اونجا نوشتان میکنیم. هر قسم که راحت هستی خودت خیلی بیا خانه خودمون نوشتان میکنیم. بیا خانه خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. کم بود آشپزخانه را چه ببینیم؟ نه تمیز جانم ظرف های ناشسته بود. اگه تا گلاس ها چکستان دیدم ماشت حساب میکنیم. خیر اگر پنیس بیا امشب بردیم و یک جای میگیریم. مرشان من امروی قاشق زیاد نوشجان نمیکنم، اما خیر است بخاطر که امروی قاشق نوشجان میشم. نان هم آردیم تمیز جان. بسم الله الرحمن الرحیم. دلدل هم میتونیم تمیم جان که گوشت هم همراهش میکس هم کنیم، مشکلی نداره. میگم تو میکس میکنم ما و شما سرش لعاب جور کردیم قرمه کنیم میشه انداخته میشه. میتونی میره میکس هم بگفتی خودت. بسیار مزه دار است. خب شبای زمستان است تمیم جان، یه چیزا بسیار فایده داره. گرم هم هست، هاش و شلغم بته شاید خورده باشی یا نخوردی؟ شلغم بته؟ خوردی؟ نه. شلغم شیرین پخته میکنن مثل الوا باره،
باز شوله سفید میکنن با اثر از مو اضافه میکنن. خب بسیار خوب مزد بخدر نکنی خیر از دختران میکنم یادآوری کردم فردوس کدام غذای نو که تا حالا آماده نکرده باشی غذای خارجی را آمادگی گرفتی برش که آماده پخته کنی چی هست اگه کمک کده خرجی کنی یک پول کمک زیاد مصرف کنی چیزهای اقتصادی را نگیری به خاطر از اینکه خب پیسه خارجی به خودت نمیره خارجی به خودم نمیره تمیم جان و اقتصادم ضعیف است از دفتر ما و شما ما کوشش میکنیم چیزی خوبتر بیایه و اقتصادی بیایه خواستیم که چیزهایی آماده کنیم که زور ما و شما میرسه و اقتصاد دفتر ایجاب میکنه بسیار خوب شیرینی زیاد دوست دارم من مثل کلچه، کیک، فرنی، بغلاوه از این چیزها که یکان شما آماده کنیم بسیار خوب میشه خب تمیم جان من جلبی و میتایی در نظر دارم جلبی و میتایی دیگه یکان شینی باب دیگه هم یک چند نوع فرنی است که چیز داریم در نظر داریم بخیر ما هم یک نوع فرنی را خودت آماده کردی خوردیم اون فرنی که در بینش کیله بود یک ذره یک کیک بود انار و چیزا بود و جای بوده چند شب برات آماده نیم یک رقم فرنی را خوردیم اما اون رقم فرنی را که فقط فرنی خب من منتظر مالته بودم تا اینجا بخشی که گرفتم که چک نکردیم بازار که مالتا آمده نامده یک فرنی خواستم از مالتا و کیوی و کیله آمده کنم اینی رقمش تایی که کلش همون تو درست درست مانده میشه و ولی سپیر میگه شیرین باشه چون دفعه میگه همون فرنی رو آماده کرده بودی کمک بوره نداشت یاد بوره شیرین نبود نه ایفان بوره من دادن خاطر که میوه زیاد بود که خود شیرین بود انار بود کیله بود ما نخواستیم زیاد اضافه کنیم خیر است به خاطر خودت باز اضافه زیاد اضافه میکنیم بخی سعی است فردا شب کدام چیز آمادگی گرفتی برش خب فردا شب نور نظر به خودت است من خو یک آش ماسک یک شب گفته بودم از ایرانی است که زود آماده کنم اگه خودت میگی فرنی بگی فرنی میگی مشکل نیست اما آش ماسک هم که خودت گفتی او هم مزه‌دار معلوم میشه قسم قصه کردی بله. و کم دبنش که ترکاری بندازی حتما ترکاری هم دبنش میشه خب بله تمیم جان دبنش پالک است بسیار خوب ماس است از برنج شوله استفاده میکنیم از آش هم میتونیم استفاده کنیم از برنج شوله هم میشه استفاده کنیم کیک آماده کرده میتونی بله. کیک هم تو گرم از داش بکشی و ما هم تو دوتش کنیم مشجان کنیم چه خمانده میتونیم آماده کرده میتونیم همه چیز وقت نیاز داره چون در برنامه ما شما وقت نداریم انشاءالله که آماده میکنیم آشتا کیک است کلچه تاویز پراته است یک سه چهار رقم بخیر باشی فردوس جان سلامت خانه آباد زمان. اول خودت خدا بودی که بعد از من خب تا میجان خدا کنم مورد پسند خودت قرار بشه بسیار مزدار بود تشکر دوستای عزیز تا ایندم که با ما بودید جهان سپاس تا فردا شب که باز ما تا میجان در خدمت شما هستیم خداحافظ شما بله سپاس از تمام وطنهای عزیزی که شما بیننده برنامه ما بودین تا برنامه بعدی که بازم در خدمت قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز امانت میکنیم شاد و موفق و سربلند و سرفراز و کامگار باشین خوش آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند خدا نگهدار